دانش آموزه عزیز پایه هشتم، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما کتاب درسی سال هشتم رو توی این جلسه میخواییم شروع بکنیم. مطالب ریاضی هشتم رو طبق کتاب درسی پیش میبریم، ولی بهش پروبال میدیم، مطالب رو بهتر بیان میکنیم، سعی میکنیم که مطالب رو به بیان ساده به شما آموزش بدیم که شما بتونید همه تمرینای کتاب، همه نمونه سوالای امتحانی رو به راحتی حل بکنید. شروع کنیم. ببینید، ما توی سالهای گذشته راجع به عددهای صحیح خیلی مطلب یاد گرفتیم، فهمیدیم که اعداد صحیح چی هن؟ اعداد صحیح اینا هن. اعداد صحیح رو با زد نشون میدیم و مساوی هستن با، از منفی میاد میشه منفی 3، منفی 2، منفی 1، 0، 1، 2، 3 و الاخر. پس از منفی بی نهایت میاد منفی 3، منفی 2، منفی 1، 0، 1، 2، 3 الاخر. خب حالا توی سالهای گذشته یه سری مطلب دیگه هم یاد گرفتیم و فهمیدیم که مثلا میگم برای حرکت روی محور من میتونم یه عدد صحیح در نظر بگیرم. اگه حرکت من به اون سمت باشه، یعنی به سمت راست باشه مثبت، به سمت چپ باشه منفی. از اینجا شروع میکنم. دو واحد اومده به سمت راست، یعنی مثبت 2. سه واحد اومده به سمت چپ، یعنی منفی 3. دو واحد اومده به سمت چپ، منفی 2. پس حرکت به سمت راست مثبت، حرکت به سمت چپ منفی. هر کدوم 10 واحده، منهای 30 واحد اومده عقب، یعنی 3 تا 10 تا اومده به سمت چپ، میشه منهای 30. 10 واحد رفته به سمت جلو، مثبت 10. حرکتی نکرده، رو همون جایی که بوده چرخیده، حرکتی انجام نشده، 0. 10 واحد اومده عقب، منهای 10. پس اول نگاه کن ببین هر قسمت روی محور چند واحده. مثلا اینجا 10 واحده، اینجا یه واحد بود، پس عادی بهش نگاه کن. این مطلب اول. اما راجع به یه سری چیزها باید خیلی حواسم رو جمع بکنم، حتی لازمه اگه محور بکشم و بفهمم مسئله چی میخواد از من. مثال رو قشنگ دقت کن، خوب یاد بگیری. مثال اول گفته بزرگترین، اگه درست بود تیک بزن، نادرست بود ضرب در بزن. بزرگترین عدد سه رقمی صحیح کوچکتر از صفر. بزرگترین عدد سه رقمی کوچکتر از صفر. اینجا اگه صفر باشه، منهای 1، منهای 2 همینجوری میاد عقب تا منهای 99، بعد منهای 99 منهای 100. درسته؟ پس قطعا منهای 100 بزرگترین عدد سه رقمی صحیح کوچکتر از صفره، چون قبلیاش هرچی بر اونور کوچکتر میشه. پس این باید منهای 100 میشد که درست بود، پس این غلطه. درسته؟ هر چی رو محور میری به سمت چپ کوچیکتر میشه، هر چی میای بالا، هر چی میری به سمت راست بزرگتر میشه. پس اینوری بزرگتر میشود، اینوری کوچیکتر میشود. پس منهای 100 بزرگترین عدد صحیح
سه رقمی کوچکتر از صفره، پس غلط بود. کوچکترین عدد صحیح غیر منفی. قشنگ دقت کن. ببین اول من یه نکته ای رو بگم، اینو قشنگ دقت بکنی. اعداد صحیح سه قسمتن. اعداد صحیح رو من میتونم به سه قسمت تقسیم کنم. اعداد صحیح یا منفی هن سه تا پکیج داره. پکیج منفی ها، پکیج صفر، صفر چون نه مثبت نه منفی، و پکیج مثبت ها. خب حالا قشنگ دقت کن، من اینو میخوام یه مقدار دقیق تر نگاه بکنم. اگه صفر و منفی رو بذارم رو هم، به این پکیج، به این پکیج جدید که شامل منفی و صفره، میگیم غیر مثبت ها. یعنی مثبت نیستن. این تا اینجا اینا رو قشنگ باید یاد بگیری چون مطالب مهمیه. بذار رنگ عوض بشه، مثلا قهوه‌ای بشه. این پکیج یعنی پکیج مثبت ها و صفر ها میشه چی؟ به اینا میگیم نامنفی، یعنی منفی نیست. خب کوچکترین عدد صحیح غیر منفی، نامنفی همون غیر منفیه دیگه، غیر مثبت هم همون نامثبته. خب کوچکترین عدد صحیح غیر منفی چنده؟ صفر. بس این غلط. خوب داری یاد میگیری؟ قطعا با این روش و دستبندی راحت میتونی مطلب رو بگیری. بنابراین قشنگ دقت کن که خوب مطلب رو یاد بگیری. ببین من یه نکته بهت بگم، حتما قرار نیستش که همه چی رو محور آموزش داده بشه. سعی کن اگه میخوای چیزی رو خوب یاد بگیری برای شکل بکشی، شکلای خودت شکل ابداع کن، یه کاری بکن که مطالب رو راحت تر یاد بگیری. هر چقدر شیوه های یادگیریت رو ساده تر کنی، ابتکاری تر بتونی مطالب رو یاد بگیری، قطعا توی آموزش میتونی یه روش میانبر رو ابداع بکنی که مطالب رو سریع تر به ذهنت بسپوری. بین دو عدد منهای 5 و 5، بچه وقتی میگه بین یعنی خود منهای 5 و 5 رو نادیده بگیر، هرچی عدد صحیح این وسطه رو بنویس. من محور میکشم، این صفره، این منهای 1، این منهای 2، این منهای 3، این منهای 4، منهای 5 یکی قبلشه، خودشو دیگه در نظر نمیگیرم. 1، 2، 3 و 4 خودش دیگه نباید باشه. وقتی میگه بین، پس دیگه خودشونو نادیده بگیر، فقط هرچی وسط اینا هست و بگو، اونم عدد صحیح باید بگی. شما هنوز با عدد گویا آشنا نشدی، ولی وقتی یاد بگیری عدد گویا رو، تازه میفهمی که وسط اینا رو چی پر میکنه عدد گویا. سال بعد یاد میگیری که عدد گویا هم همه ی قسمت ها رو پر نمیکنه، یه سری جا خالی میمونه که اونا رو عدد گنگ پر میکنه. خب تا اینجا رو داشته باش. پس این چند تا عدد صحیحه؟ یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا و 9 تا. پس درسته، این درست بود. تعداد اعداد صحیح منفی کوچکتر از منفی 17. گفتیم هر چی بریم سمت چپ کوچکتر میشه. اولینو بگو، کوچکتر از منفی 17، این خود منفی 17 هم نگو، اینا میشن منفی 18، منفی 19، منفی 20، منفی 21، منفی 22. تعدادش مشخصه؟ نه، این تعدادش نامشخصه، خیلی زیاده.
گفته از تعداد اعداد صحیح غیر منفی، بالا غیر منفی ها رو شناختی، غیر منفی یعنی صفر و مثبت ها، کوچکتر از 16 یعنی صفر و یک و دو و سه و چهار و چند تا نقطه. قرار نیست من همه رو بنویسم که، وقتی تعداد زیاد بود یه تعدادش رو بنویس، چند تا نقطه بذار، آخریش چند؟ 15. اگه بتونی بشموری که بعداً حالا تکنیک شمردنم یادت میدم، این تعداد 16 تا میشه، چون از 1 تا 15 15 تا عدد داری، صفر هم گذاشتی روش میشه 16 تا عدد. این 16 تا سیم بی نهایت زیاده، پس بیشتره، پس این هم درسته. مهم شناسایی مسئله است و اینکه من بتونم با مسئله درست برخورد بکنم. پس این هم از این. قشنگ یاد گرفتی؟ قشنگ اینا رو ببین، چند بار بشین ببین. نمونه سوالای متنوع، کتاب زیاده، میتونی نمونه سوالای مختلف رو از کتابهای متنوع، نمونه سوالای تستی تشریحی، انقدر بشینی بزنی، به خصوص تو این بحثای کلامی که باید عبارت ریاضیشو یا اعدادشو بنویسی که تشخیص بدی درستن یا غلطن، انقدر باید رو اینا کار بکنید که بتونید مسلط بشید. اول بریم سراغ قرینه یه عدد صحیح. خیلی از بچه ها هستن قرینه یه عدد نسبت به عدد رو هم بلدن، فعلا به اونا ورود نمی کنیم، تو جلسات بعدی واردش میشیم، ولی یاد بگیر قرینه، فقط بگه قرینه. برای پیدا کردن قرینه یه هر عدد صحیح، اول من علامت اون عدد رو به دست میارم، درست شد؟ بعدش برای اینکه قرینش رو پیدا بکنم، علامتش رو تغییر میدم. علامتش مثبت بود، قرینش میشه منفی. منفی بود، قرینش میشه مثبت. صفرم عددیه که قرینه نداره، قرینش خودشه. پس اینم من به عنوان یه نکته اینجا خودم اضافه کردم، عدد صفر تنها عددیه که قرینش میشه خودش. بالا گفتیم صفر نه مثبت نه منفی، بنابراین قرینش هم خودشه دیگه، چون قرینه مثبت و منفی ها هن، قرینه منفی ها مثبت ها هن، صفر این وسطه، قرینش میشه خودش. خب بریم یه جدول یه کاملش بکنیم، یه جدول خیلی ساده ولی قشنگ مطلب رو برات جا میندازه. عدد صحیح و داده قرینش رو خواسته. 6 قرینش چیه؟ منهای 6. منهای 4 قرینش چیه؟ مثبت 4. منهای 7 علامتشو یکی کن. آقا تو سال هفتم یاد گرفتی چند علامتی ممنوع، هر وقت چند علامتی دیدی علامتشو یکی کن، این میشود مثبت 7، قرینش میشه منهای 7. یا اینکه بیا بگو قرینه قرینه 7 قرینه قرینه 7 میشه خود 7، یا قرینه منهای 7 میشه خود 7. صفر قرینش خودشه. چی بوده قرینش شده منهای 8؟ مثبت 8 بوده. مثبت 8 بوده. چی بوده قرینش شده 5؟ منهای 5 بوده. آخرش هم خودش داده. مثال خیلی ساده ای بود ولی یه مثال آموزشی خوب بود. خب طرف دوم هر کدوم از تساوی های زیر رو بنویسید. خب یه نگاهی بکن، من یواش یواش میخوام یه ذره بحث رو حرفه‌ای تر کنم. منهای منهای 5، آقا منهای منهای 5، این دوتا علامت تو هم دیگه ضرب میشن میشه مثبت 5. از کجا فهمیدیم؟ منفی در منفی چی میشد؟ مثبت. جدول ضرب رو یاد بگیر، یاداوریه، علامت ضرب یا تقسیم، مثبت منفی، مثبت منفی، مثبت در مثبت، مثبت مثبت در منفی، منفی. اینجا هم باید منفی میذاشتم. منفی در مثبت، منفی منفی در منفی، مثبت، درست شد؟ خب همین کارو اینجا انجام بده، منفی در مثبت منفی، مثبت در مثبت مثبت،
مثبت در منفی، منفی. سه تا منفی داری، منفی در منفی مثبت، مثبت در منفی منفی، منفی در منفی مثبت، مثبت در منفی منفی، منفی در منفی مثبت. فقط فکر کنم تعداد علامت‌های منفی رو بشمرم بسه. تعداد علامت‌های منفی 1 2 3 4 5، 5 تا منفی دارم. اگه تعداد علامت‌های منفیم فرد بود، منفی میمونه. اگه تعداد علامت‌های منفیم زوج بود، کل منفی‌ها میرن، هیچی نمیمونه. تعداد علامت‌های منفی فرد، یه دونه منفی رو نگه دار، بقیه رو بریز بیرون، میشه منفی 5. نکتهشو الان میگم، نکتهشو الان میگم و اینو قشنگ باید حواستو جمع بکنی. برای تعیین علامت یه عدد، ببین قشنگ دقت کن، اینو خوب یاد بگیر. اگر عددی دارای دو تا علامت بود، میتونیم برای تعیین علامتش از جدول ضرب علامت‌ها کمک بگیریم. مثبت در مثبت مثبت، مثبت در منفی منفی، منفی در مثبت منفی، منفی در منفی مثبت. حل ادامه. به کمک همین جدول برای تعیین علامت اعدادی که پشت آنها بیشتر از دو تا علامت وجود داره، لازمه که فقط تعداد علامت‌های منفی رو بشموری. یعنی اگه تعداد علامت‌های منفی زوج باشه، کل منفی ها میرن، خداحافظ، کل منفی ها رو بریز بیرون، علامت نهایی عدد مثبته. در صورتی که تعداد علامت های منفی فرد باشه، همه رو بریز بیرون، فقط یه دونشون رو نگه دار، علامت نهایی عدد حاصل هم میشه منفی. مثبت، علامت مثبت پشت عدد باشه تأثیری نداره. مثبت و علامت مثبت و یه چیز رو دقت کن، وقتی من اینو سر کلاسام میگم، بعضی بچه‌ها میان حتی تو جمع هم این کارو میکنن، نکن این کارو. این علامت یه عدده، تعیین علامته و خیلی مهمه. نکته، ببین به کمک همین جدول برای تعیین علامت اعدادی که پشت اونا بیشتر از دو تا علامت باشه، لازمه که فقط تعداد علامت‌های منفی رو بشموریم. اگه تعداد علامت‌های منفی زوج بود، همه منفی ها خداحافظ، همه رو بریز بیرون، همه همدیگر رو دو به دو خونسا میکنن، علامت نهایی عدد میشه مثبت. در صورت که تعداد علامت های منفی فرد بود، اینجوری هم یاد بگیری بد نیست، اگه تعدادشون فرد بود، همه رو بریز بیرون، یه دونشون رو نگه دار، علامت نهایی عدد حاصل منفی میشه. پس اینم بد نیست به این شکل یاد بگیری. خب ادامه بدیم. ببین سال گذشته راجع به جمع و تفریق و ضرب و تقسیم کلی مطلب یاد گرفتید. خیلیاتون به صورت کاملا پیش رفته، خیلیاتون در حد کتاب. ما الان بر طبق اشل کتاب درسی فعلا داریم میبریم ات جلو. گفته برای جمع و تفریق دوتا عدد صحیح، فعلا یاداوریه، فعلا یاداوریه، برای اینکه میخوایم ورود کنیم به مطالب پیشرفته پایه هشتم دیگه، اونجا اصلا مشکلی نداشته باشی. برای جمع و تفریق دو تا عدد صحیح که در پشت هر کدام از آنها تنها یک علامت وجود دارد، از دو تا قانون استفاده میکنیم. سال گذشته یاد گرفتیم. الف، اگه هر دو عدد هم علامت بودن، بدون اینکه علامتاشون رو در نظر بگیری، اونها رو با هم جمع کن، حاصل رو بنویس، علامت عدد حاصل میشه همون علامتی که اول کنار گذاشته بودی، مثل مثبت 7 و مثبت 9، جفت مثبتن، جمع میشه. مثبت ها رو فعلا بذار کنار، 7 و 9 میشه 16، علامت حاصل همون مثبته. منهای 3 منهای 11 جفت منفی هن، 3 و 11 میشه 14، پشتش یه منفی بذار. اگه علامت ها یکی نبود، یه مثبت یه منفی، بدون اینکه علامت در نظر بگیری، اونا رو از همدیگه کم کن، حاصل رو به دست بیار، علامت حاصل میشه علامت عددی که بزرگتر از لحاظ عددی، مثل 6 منهای 19، این
عددی که علامت نداره بچه علامتش همان مثبت است. پس این مثبت 6 منهای 19 هه. یه مثبت یه منفی. خب 19 و از 6 کم کن میشه 13. علامت کدوم عدد بزرگتره 19؟ علامت عددی که بزرگتره چیه؟ 19 بزرگتر، علامتش منفی میشه منهای 13. منهای 7 مثبت 11. یه منفی مثبت کم کن میشه 4. علامت 11 مثبت 11 بزرگتره، علامت حاصل هم میشه مثبت. بریم بعدی. جمع و تفریق اعداد صحیح. اگه عددی دو یا چند تا علامت داشت، دو یا چند علامتی رو مثل بالا ساده کن. اول تعیین علامت کن. مثلا 5 منهای منهای 3. منهای منهای 3 دو تا منفی پشت 3، دو منفی میشه مثبت، علامت حاصل مثبته. پس میشه 5 به علاوه 3 میشه 8. منهای 7 منهای مثبت 11، منفی در مثبت منفی، منهای 7 منهای 11 میشه منهای 18. نکاتی که ببین توی سال گذشته هم بوده الان فقط داره یادآوری میشه. جمع و تفریق چند تا عدد صحیح. ببینید بچه‌ها وقتی چند تا عدد صحیح داریم، چند نوع تکنیک داریم برای اینکه جمع و تفریق اینا رو به دست بیاریم. یکی از تکنیک‌ها اینه که از چپ به راست دونه دونه برم جلو. مثلا من میگم منفی 43 به اضافه 37 منهای 29 به اضافه 14. دونه دونه میرم جلو. منهای 43 به علاوه 37. خب بذارم رنگم رو تغییر بدم که تو اینا گیج نشی. دونه دونه برو جلو. منهای 43 با 37 میشه چند؟ جواب میشه منهای 6. باری کلا. منهای 6 منهای 29 میشه منهای 35. آفرین. منهای 35 مثبت 14، علامت فرق میکنه، بعد از همدیگه کم بشه، جواب نهایی میشه منهای 21. چپ به راست بهترین روش هم همینه ها، حواستو جمع کن. ولی روش استفاده، یعنی روشی که داری استفاده میکنی دست توه، با هر روشی راحتی باید این کار رو انجام بدی. بریم روش بعدی. مثبت ها با هم، منفی ها با هم. این هم روش معمولیه، بچه ها زیاد استفاده میکنن. منفی 43 مثبت 37 منفی 29 مثبت 14. خب عزیزای دل، اول منفی ها رو جمع کنید. منفی 43 منهای 29، باری کلا، منهای 72. آفرین. مثبت 37 مثبت 14، رنگ رو عوض کنم گیج نشی. مثبت ها با هم 37 و 14 میشه چند؟ 51. باری کلا. منفی 72 با 51 چند میشه؟ منفی 21. آفرین. چون علامت ها فرق میکنه بعد از همدیگه کم بشن، 72 بزرگتر، علامتش هم منفی، علامت حاصل هم میشه منفی. اینم از این. خب پس مثبت ها با هم، منفی ها با هم، یا اینکه چپ به راست تیکه تیکه بیا جلو. دوتا اول جمع کن، حاصلشو با بعدی جمع کن، حاصلشو با بعدی جمع کن تا برسی به آخرین عددت. این دوتا روش مرسوم ترین روش ها. تیکه تیکه حل کنیم. خب بریم ببینیم تیکه تیکه چجوری حل میشه. منظور ما از تیکه تیکه چیه؟ منفی 43 مثبت 37 منفی 29 مثبت 14 مساوی است. تیکه تیکه یعنی اینکه دوتای اولو بگیر جمعشو پیدا کن. منفی 43 با 37 میشه چند؟ جواب منفی 6. باریکلا. منفی 29 با 14 میشه چند؟ منتظر جوابم. باریکلا. منهای 15. آفرین. خب 15 یه ذره شبیه 25 شده، من اینو اصلاحش کنم. این 15. حالا منهای 6 موند و منهای 15، بنویس. علامت ها یکیه، با هم دیگه جمع میشن، پشتش هم منفی میگیره.
یه ذره دقت کن ها، بعضی وقتا دانش آموزا اشتباهی که شما نمی کنید و دارم میگم ها، می نویسه منهای 6 منهای 15 میشه 21 مثبت. میگم چرا مثبت؟ میگه خب مگه نگفتی منفی در منفی میشه مثبت؟ اون منفی در منفی برای ضربه، حواستو جمع کن. منهای 6 منهای 15 یه جمعه، یعنی 6 تا بیا عقب، 15 تا دیگه هم برو عقب، میرسی به منفی 21. خب سه تا منفی 21 در آوردیم با سه تا روش مختلف، اما بریم سراغ روش بسیار بسیار مهم گسترده نویسی. من برای گسترده نویسی رنگ سبز رو انتخاب میکنم که قشنگ متوجه بشی. ببینید برای گسترده نویسی منفی 43 رو جدا میکنم به دو قسمت، یه جدول مینویسم، یکان یکان اینجا. خب دهگانم رو میذارم اینجا، خب یکان این سه، دهگانش چهاره، علامتش هم منفی. یکان این هفته، دهگانش سه، علامتش هم مثبت. یکان این نه، دهگانش دو، علامتش هم منفی. یکان آخری چهار، دهگانش یک، علامتش هم مثبت. دهگان و یکان جفتشون یه علامت باید بگیرن. یعنی چی؟ دهگانش، دهگانو باید ضرب در ده کنی، یعنی میشه منهای 40 و منهای 3، به جفتشون منفی بده. اینو ضرب در 10، دهگانو ضرب در 10 کن، یکانو همون جوری بیار جلو، منتها با علامت پشت. مثبت 37، یکانشو ضرب در 10 کن، مثبت 7، علامت جفتشون هم مثبت. بعدی منهای 20، منهای 9. بعدی مثبت 10، مثبت 4. فکر کنم گسترده نویسی و یه جورای بلدی که آقا گسترده 43 میشه 40 با 3، منطقه اگه منفی باشه میشه منفی 40 منهای 3. پس دقت کن گسترده الان علامت هم گرفته. خب الان دیگه از اینجا به بعد شما فقط کافیه که دهگانا رو با هم جمع کنی، یکانا رو با هم. منفی 40 با مثبت 30 میشه چی؟ میشه منفی 10. منفی 10 با منفی 20 چی میشه؟ میشه منفی 30. منفی 30 با 10 چی میشه؟ میشه منفی 20. این تا اینجا. حالا بری سراغ یکانا. منفی 3 با مثبت 7 میشه مثبت 4. مثبت 4 با منفی 9 میشه منفی 5. منفی 5 با مثبت 4 میشه منفی 1. چی داری؟ یه منفی 20 داری با یه منفی 1. علامت‌ها یکیه، با هم دیگه جمع میشه، پشتش یه منفی میگیره، میشه منفی 21. یاد بگیر گسترده نویسی رو خیلی باید دقت کنی. گسترده نویسی اونجایی مهم میشه که علامت میاد وسط. حل اینم از این. خب تا اینجا امیدوارم یاد گرفته باشی که قطعا اینو مطمئنم یاد گرفتی. یه بار فقط یه دوره کوچولو بکنم، مرحله به مرحله، چپ به راست، مثبت ها با هم، منفی ها با هم، تیکه تیکه برو جلو، دوتای اول بگیر جمعش پیدا کن، دوتای بعدی جمعش پیدا کن، تعداد بیشتر شد همینجوری دوتا دوتا جمع کن، بعد بیا دوباره دوتا دوتا جمع کن، بعد انقدر اینو به قول معروف میگن آبشاری بیا پایین تا تمومش کنی. بعد گسترده نویسی هم که دیگه جز مهمترین قسمت هاییه که باید دانش آموز پایه هشتم روش تسلط کامل داشته باشه. خب بریم بچه ها با هر روشی که دوست داریم اینو به دست بیاریم. من میگم هر کدومو با یه روش بریم، خودکارتو بگیر دستت، فیلمو بزن رو پاس، خودت انجام بده. اولی رو با روش اول میرم، دومی رو با روش دوم میرم، سومی رو با سوم، آخرینم با گسترده نویسی. ولی علامت‌ها رو اول درست میکنم، حواستو جمع کن.
منفی منفی 17 همون مثبت 17. دو تا علامت پشتشه، علامت حاصلش منفیه. مثبت 14 منفی 13 منفی 13. خب دونه دونه برو جلو، مثبت 17 مثبت 14 میشود مثبت 31. مثبت 31 منهای 13 میشه چند؟ همه تون دارید میگید میشه مثبت 18 بای کلا، و مثبت 18 منهای 13 میشه مثبت 5. اولی بود چپ به راست، دومی دومی منفی ها با هم مثبت ها با هم، ولی قبلش لازمه که علامت ها رو درست کنی. این میشه مثبت 7، دو تا منفی پشتشه، منفی 2 مثبت در منفی میشه منفی 9. درست شد؟ خب حالا مثبت ها با هم، یه دونه مثبت بیشتر ندارم، می نویسمش. منفی 2 با منفی 9 میشه منفی 11 می نویسمش. این شکلی نباشه، شبیه n میشه. مثبت 7 منهای 11 میشه چند بچه ها؟ میشه منهای 4. روش دوم بود. روش سوم، سوال سوم، عرض به خدمت بچه های گلم، روش سوم تیکه تیکه میخوام جمع کنم، ولی اول اینا رو درست میکنم. منفی 18 مثبت 4 مثبت 19. خب دو تا اول رو جمع کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. میشه منفی 14. حالا میشه منفی 14 مثبت 19 میشه مثبت 5. تیکه تیکه زمانی استفاده میشه تعداد زیاده، من میتونم به تیکه های زیادی اونو تقسیم کنم، پس حواست جمع باشه. اینجا در حقیقت من همون روش اول رفتم، ولی خب اسمو تیکه تیکه گذاشتیم. خب آخری رو قرار شد با چی بریم؟ آخری رو قرار شد با روش گسترده نویسی بریم. منهای 24 رو مینویسیم منهای 20، منهای 4. منهای 97 رو مینویسیم منهای 90، منهای 7. 100 رو مینویسیم 100 به اضافه 0 به اضافه 0. مثلا اگر 121 بود، اینو یاد بگیر، مینویشتیم 100 به علاوه 20 به علاوه 1. گسترده نویسی یعنی این. منتها اگر مثلا میگم منفی 121 بود، بچه های گلم منفی 121 رو چی مینویسی گسترده شو؟ مینویسی منفی 100 منفی 20 منفی 1. مثبت 121 رو چون اینجا یه ذره بد شده، من اینو پاکش میکنم یه بار دیگه مینویسم، فرق این دوتا رو متوجه بشی، چون خیلی بحث مهمیه. مثلا 121 رو اگه من بخوام گسترده بنویسم، مینویسم مثبت 100 مثبت 20 مثبت 1. حله؟ فکر کنم یاد گرفتی دیگه. پس 100 رو چون یکان و دهگان نداره، به جای یکان و دهگانش صفر بذار. خب منفی 23 منفی 20 منهای 3. برو جمع کن یکانا با هم. منفی 4 منهای 7 میشه منهای 11، منهای 11 منهای 3 میشه منهای 14. بنویسش. بیا اینور دهگانا رو جمع کن. منهای 20 منهای 70 منهای 90 میشه منهای 110. منهای 110 با منهای 20 میشه منهای 130. یه دونم مثبت 100 داری، پس منهای 130 یه دونم مثبت 100. خب حالا بیا شروع کن. مثبت 100 با منهای 130 یه منهای 30 میمونه، با یه منهای 14 میشه منهای 44. میبینی چقدر ساده است؟ یه ذره فقط کافیه که ببین رو همه روش ها من مسلط باشم، بدونم میخوام چیکار کنم. وقتی روش کار رو، مسیری رو که قراره برم رو بلد باشم، هیچ چه گیر نمی کنم، چون میدونم که چجوری ازش در بیام بیرون. پس یاد بگیر، اینم از این.
خب پس قرارمون چیه؟ قرارمونه که داری فیلم آموزشی رو میبینی، فیلم منو نگاه میکنی، برگه جلوت باشه، یه خودکارم جلوت باشه، همزمان با من وقتی من مسئله دارم حل میکنم بزن رو پاس خودت حل کنی، با توجه به درسنامه‌ای که دارم میدم حل کن، جوابت رو با من مقایسه کن. خب بریم جلو. گفته این عبارت رو به دو روش محاسبه کردیم، کدومش درسته کدومش نادرسته. مثبت ها رو با هم گرفته، منفی 7 و منفی 2 رو نوشته منفی 5. چه کاری آخه پسر خوب، اشتباه کردی. پس اینجا غلطه. شما منفی 7 و منفی 2 رو گرفتی منفی 5، مگه میشن چیزی؟ پس این غلطه، این درسته. چرا؟ چون مثبت ها با هم میشه 13، منفی ها با هم میشه منهای 9. 13 منهای 9 هم میشه 4. حله؟ خب سوال کتاب درسی بود. بریم سراغ ضرب و تقسیم. توی ضرب و تقسیم فقط من باید دقت کنم. توی ضرب و تقسیم بازم دقت کن، اینو خوب یاد بگیر. برای ضرب و تقسیم اول به کمک جدول اول تعیین علامت کن، علامتتو بذار، بعد ضرب و تقسیم رو بدون اینکه علامت در نظر بگیری انجام بده. خب عزیزان مثلا منفی 3 ضرب در مثبت 6، منفی در مثبت میشه منفی 3، 6 تا میشه 18 تا، 18 رو بنویس پشتش منفی رو بذار، منفی 18. بعدی منفی 14 تقسیم بر منهای 7، منها تقسیم بر منها، جدول مثبت 14 تقسیم بر 7 میشه 2، مثبت 2. علامت رو بذار، حاصل رو بذار. حله؟ خب بریم مهمترین قسمت دو صفحه اول کتاب رو با هم دیگه ببینیم. کتاب یه جایی اومده سری رد شده ولی جزء مهمترین قسمت هاست. ترتیب انجام عملیات در ریاضی یا اولویت عملیات ریاضی جزء مهمترین قسمت هاییه که همیشه هم ازش سوال هست. ترتیب انجام عملیات محاسباتی این شکلیه که من اول پرانتزا رو باید تکلیفش رو روشن کنم. پرانتز اضافه است، باید از بین بره. پس تو بین پرانتزام اگه مثلا چند تا پرانتز داشتی، اول از داخلی ترین پرانتز شروع میکنی عملیات رو انجام میدی، هی پرانتزا رو دونه دونه از داخل شروع میکنی باز کردن و از بین بردن. توی خود پرانتزم دقت کن، اولویت مهمه. پس اینجا مینویسم داخل پرانتز هم رعایت اولویت را داریم. یعنی اگه تو خود پرانتز مثلا میگم ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و توان بود، اول توان، بعد ضرب و تقسیم، بعد جمع و تفریق، به ترتیب بیا، بعد توان رو انجام بده، توانای اعداد رو از چپ به راست باید محاسبه کنی، ضرب و تقسیم، ببین چپ به راست، ضرب و تقسیم چپ به راست، هر کدوم چپ تر بود اول انجام میشه، جمع و تفریق در نهایت. پس از اینکه سه مرحله بالا رو دو مرحله، چون ببینید توان رسانی رو ما بعدم میگیم و بعضی جاها بعدم میگن، ولی ما اینجا توان رسانی هم گفتیم چون مطمئنیم شما که وارد پایه هشتم شدی رو بحث توان پایه هفتمت مسلطی، پس اینو حواست جمع باشه. در نهایت پس از اینکه دو مرحله قبل رو طی کردی، به عبارتهای میرسی که فقط شامل جمع و تفریقن، که با استفاده از یکی از روش‌های بالا جمع و تفریقم رو من انجام میدم، یا چپ به راست میام، یا مثبت ها رو با هم میگیرم منفی ها رو با هم، یا تیکه تیکه میرم جلو، یا گسترده نویسی. گسترده نویسی خیلی کم استفاده میشه چون خیلی طولانیه و برای اعداد بزرگم بیشتر استفاده میشه. خب بریم ادامه بدیم، چند تا سوال با هم دیگه راجع به این قضیه ببینیم و بحث رو ببریم جلو، پیش ببریم. خب ببینید بچه ها، اول باید پرانتزات رو درست کنی. 12 منهای 18 منهای 6، 3 7 21، خود این پرانتزه خودش اولویت داره. نه یا 18 منهای 3 کنی ها، از این
کارهای خیلی به قول معروف میگن چیپ انجام ندی یا درست عملیاتتو انجام بده. اولویت با ضرب 3/7 21 18-21 حالا حساب کن منوی 3. یعنی اگر ضرب داشتی اول ضربتو انجام بده، یا تقسیم داشتی تقسیمتو اول انجام بده. خب یه بار دیگه بنویسیم: 8-8 ضرب در منوی 6 منهای 15 تقسیم منهای 30 تقسیم بر منهای 3. خب حالا بریم سراغ ضرب و تقسیم. ببین چرا این سوالو من اول آوردم، حالا الان میفهمی، چون اکثر بچه ها 8-8 رو اول حساب میکنن میگن میشه 0 بعد میرن سراغ بقیهش. چه کاریه وقتی آقا اولویت داری اولویت رو رعایت کن، اولویت رو رعایت کن. ببین چقدر دارم میگم، چون خیلی مهمه. تجربه هم به من نشون داده هر چقدر من اینو بگم بچه ها باز تو این سوالا گیر میکنن. خوب یاد بگیر، تویی که داری این فیلمو میبینی از بقیه بچه ها نه یه قدم، 10 قدم جلوتری. 8 منهای 8 ضرب در منهای 6، منها در منها مثبت، 8 6 تا 48 تا. منهای 15 منهای 30 تقسیم بر منهای 3 میشه مثبت، 30 تقسیم بر 3 میشه 10. خب مثبت ها با هم، منفی ها با هم، 8 و 48 میشه 56، با 10 میشه 66. منهای 15 جواب نهایی میشه مثبت 51. یاد گرفتی؟ میبینی چقدر ساده داره حل میشه. خب من فکرم نمی کنم جای اشتباه کرده باشیم. یه بار فقط یه مرور کوچیک بکنیم، هیچ اشتباهی نداریم. 8 و 48 56 با 10 66 منهای 15 میشه 51. حله. بریم بعدی. بعدی رو با هم دیگه ببینیم. چند تا پرانتز داری میبینی؟ قطعا باید بری سراغ داخلی ترین پرانتزت. زنگ رنگ رو روشن کنیم که بهتر بتونیم کار کنیم. داخلی ترین پرانتز از بین پرانتزا. 5-6 میشه منهای 1. یه منفی پشتشه پس میشه 8-4 ضرب در پرانتز 12. منهای منهای 1 میشه مثبت 1-15. 12 - -1 میشه 13. منهای 15 میشه منهای 2. تا اینجا حله. پرانتز دیگه رفت. 8-4 ضرب در منهای 2. چرا پرانتز گذاشتم؟ به خاطر وجود منهای 2. چون منهای 2 خودش یه علامت داره. به خاطر اینکه این علامت با این ضرب قاطی پاتی نشه یه پرانتز میذارم دوره این. منفی در منفی مثبت میشه مثبت 8. 8 به علاوه 8 میشه 16. خیلی ساده و روون حل شد. بریم بعدی. بعدی توان داره ولی پرانتز هم داره. اولویت با داخل پرانتزه، پس داخل پرانتز رو حساب کن. داخل هر پرانتز هم توان هست. 2 به توان 3 میشه 8. 3 به توان 2 میشه 9. حالا داخل پرانتز تو به دست بیار. حالا ببین، باز میگم یه سری از بچه‌هاتون تجربه است دیگه. وقتی ما برگه‌های دانش آموزا رو تحصیل میکنیم اینا رو میبینیم. مثلا میگم 8-3/2 رو یه جایی مثلا مینویسه 8-2-3/2. نکنید از این کارا، این کارا اشتباه محض. اول داخل پرانتز تو به دست بیار. 8-3 میشه 5/2. الان درسته. منهای 9-2 7/2. 5/2 میشه 25-49 میشه منهای 24. ببین هدف من از این که الان اینجا هم، تو هم هدفت از این که اینجا اینه که وقتی ریاضی پایه 8 رو یاد میگیری بدون غلط بتونی سوال حل کنی، روون بتونی سوال حل کنی. هم هدف من اینه از این که دارم اینجا آموزش میدم، هم هدف تو باید این باشه. بنابراین قشنگ دقت کن. یه فعالیت کتاب درسی رو ببینیم و خب جلسات دیگه‌ای که با هم وارد این مباحث میشیم قطعا موارد گسترده‌تر و پیشرفته‌تری رو از این مطالب میگیم. همش هم تو کتاب درسیه. خط به خط کتاب درسی رو من با مثال‌های متنوع
بهت دارم آموزش میدم. این دیگه تمرین کتابه، این فعالیت کتابه. اولویت با ضربه، منهای 3 ضرب در 5 میشه منهای 15، میشه منهای 8 منهای 15 میشه منهای 23. چقدر ساده فعالیت کتاب، چقدر ساده است. خب اولویت با چیه؟ اولویت با تقسیم و ضرب چپ به راست. منهای 16 تقسیم بر 2 میشه منهای 8، منهای 8 ضرب در 3 میشه منهای 24. خب ضرب و تقسیم تموم شد، پروندهش بسته شد، میذاریمش یه طرف. منهای 24 منهای 4 میشه منهای 28. چقدر سوالای کتاب ساده است. میبینی سوالای کتاب بی نهایت ساده است، فقط باید دقت کنی. ادامه، یک منهای 2 دو تا پرانتز داری، اولویت دو داخلی است، این میشه منهای 1، پس میشه یک منهای 2 ضرب در یک منهای منهای 1. یک منهای منهای 1 میشه یک مثبت 1، درسته؟ یک مثبت 1 هم میشه کلن میشه 2. این پرانتزه کلن پروندهش بسته شد، شد 2، پس میشه یک منهای 2 ضرب در 2. دو دو تا 4 تا یه منفی پشتشه، میشه یک منهای 4 میشه منهای 3. چقدر تمرین های کتاب ساده است، چقدر فعالیت های کتاب ساده است، فقط لازمه که دقت کنی. ضرب اولویت، تقسیم هم اولویت چپ به راست. منهای 4 تقسیم بر 4 میشه منهای 1، منهای 4 ضرب در 3 میشه منهای 12، منهای 1 منهای 12 میشه منهای 13. این تا اینجا، پرونده رو تا اینجا ببند. جلسه ی آینده وارد یه سری مطالب جدید میشیم، توی کتاب هست، یه سری مطلب حاشیه‌ای بهش اضافه میکنیم، مطالبی که باید بلد باشی و گسترده تر از اون و خیلی قوی تر از اون رو میبرم تو بحث تیسوشان یا پیشرفته پایه هشتم. این تا همینجا رو داشته باش تا ایشالله جلسات آینده ادامه مطالب رو با هم دیگه بریم. خستم نباشیم. مونو مدرسه نو.